تبدیل یک ماده از یک فاز به فاز دیگر رو میگیم گذار فاز یا تغییر حالت. تغییرات حالتمون به این ترتیب میتونن باشن: تبدیل جامد به مایع که در واقع ذوب هست و عمل وارونش رو میگیم انجماد، تبدیل مایع به بخار که تبخیر هست و عمل وارونش رو میان میگیم، تبدیل مستقیم جامد به بخار و بدون گذر از حالت مایع تسعید و عمل وارونش رو چگالش میگیم. در شکل زیر نمودار این تبدیل ها رو میتونید مشاهده کنید. همطور که میبینید مایع میتونه به بخار تبدیل بشه و بخار هم دوباره میتونه عمل عکسش میان بشه و به مایع تبدیل بشه. همینطور مایع میتونه جامد میتونه ذوب بشه به مایع تبدیل بشه و مایع میتونه انجماد پیدا کنه به جامد تبدیل بشه. جامد میتونه در حالت تسعید قرار بگیره و به بخار مستقیما تبدیل بشه و بخار هم میتونه مستقیما به جامد تبدیل بشه که به این حالت هم همونطور که گفتم چگالش میگیم. ذوب، تبدیل جامد به مایع را ذوب مینامیم. عمل ذوب همونطور که میدونید گرماگیره. ما باید به جسم جامدمون گرما بدیم تا طبق این در واقع بر اساس این تغییر دما از حالت جامد به حالت مایع تبدیل بشه. یک جسم جامد در فشار ثابت در دمای معینی به نام نقطه ذوب یا دمای ذوب شروع به مایع شدن میکنه. در تمام مدت ذوب هم به خاطر داشته باشید که دمای جسممون ثابت میمونه. در واقع وقتی که فاز ماده داره عوض میشه، یعنی داره حالتش عوض میشه، تغییرات دما ما نخواهیم داشت، فقط تغییر حالت داریم. افزایش فشار بر جسم جامد باعث بالا رفتن نقطه ذوب اکثر جسم ها میشه. ضمناً ناخالصی هم باعث پایین رفتن نقطه ذوب میشه و فرایند ذوب باعث افزایش حجم هم خواهد شد. گرمای نهان ذوب یا گرمای نهان ویژه ذوب. به گرمایی که به یک جسم در نقطه ذوب خود میدهیم تا بدون تغییر دما به مایع تبدیل بشه بهش میگیم گرمای نهان ذوب. حالا انرژی گرمایی که واحد جرم از هر جسم جامد میگیره تا در نقطه ذوب خود و بدون تغییر دما به مایع تبدیل بشه گرمای نهان ویژه ذوب نامیده میشه. گرمای نهان ویژه ذوب رو با کیو اف نمایشش میدیم که برابر با جرم ضرب در ظرفیت گرمایی در واقع یک ظرفیت گرمایی ویژه ذوب که با ال اف نمایشش میدیم. همونطور که میدونید کیو اف چون از نوع انرژی است و انرژی گرمایی است واحدش ژول، ام هم که جرم هست پس واحدش کیلوگرمه، پس ال اف یا گرمای نهان ویژه ذوب برابر میشه با کیو تقسیم بر ال اف که واحد ژول بر کیلوگرم خواهد بود. گرمای لازم برای اون که جسمی دمای جسمی به نقطه ذوبش برسه و سپس ذوب بشه از این رابطه به دست میاد. ابتدا ما باید تغییر دمای این جسممون اول باید به نقطه ذوب برسه، پس ممکنه از دمای تتا به تتا اف یعنی تتای نهایی یا تتای ذوبش برسه و بعد تغییر حالت پیدا میکنه، یعنی یه مقدار دیگه گرما میگیره که تغییر حالت بده. پس کیو کل گرمایی که یک جسم میتونه بگیره تا تغییر حالت بده به این ترتیب به دست میاد: کیو یک به علاوه کیو دو. همونطور که گفتم کیو یک در تغییر دماست، یعنی جسمم مثلا اگر دماش یخ مثلا دماش برابر باشه با منفی 20 درجه باید یه مقدار گرما بگیره تا به دمای 0 درجه برسه، پس این شد در واقع 0 منهای منهای 20، پس ام سی دلتا تتا استفاده میکنیم. بعد در دمای 0 درجه باقی میمونه و تغییر حالت میده، پس اونجا ام ال اف رو براش مینویسیم و مقدار گرمایی است که جسم یا ماده که به صورت یخ بوده به صورت مایع یا آب در میاد. جدولی رو هم که در صفحه مشاهده می‌کنیم مواد مختلف با نقطه ذوب و گرمای نهان ذوبشون رو به ما داده. مفهوم بعدی انجماد بود. گفتیم که در انجماد در واقع فرایندی بود که جسم مایع به جامد تبدیل می‌شد. در این فرایند جسممون باید گرما از دست بده، مثلا آب که مایع هست باید گرما ازش بگیریم، یعنی گرما باید از دست بده مایع ما تا بتونه به یخ تبدیل بشه و جامد بشه. پس با همونطور که گفتم باید از مایع انرژی گرمایی بگیریم تا به جامد تبدیلش کنیم و از رابطه کیو اف مساوی با منفی ال اف محاسبه میشه. مقدار گرمایی که یک جسم از دست میده یا در واقع اگر فرایندش گرمازا باشه کیو منفی خواهد بود و اگر فرایند گرماگیر باشه این مقدار گرمایی که ما به جسم میدیم در اون صورت اون فرایند کیو مثبت خواهد شد و بزرگتر از صفر. فرایند بعدی تبخیر. در این فرایند در واقع مایع به حالت به فاز گازی در میاد، به بخار تبدیل میشه و همونطور که میدونید اگر بخوایم مایع رو ما به بخار تبدیل کنیم باید بهش گرما بدیم. پس این فرایند فرایندی گرماگیره.
تبخیر سطحی هم تبخیری است که در واقع در سطح آزاد مایع صورت میپذیره، یعنی مولکول های سطح آزاد مایع از سطح مایع جدا میشن و تبخیر میشن به حالت گاز در میان. اگر شما یک لیوانی رو درونش آب بریزید و دو سه روز به اون لیوان دست نزنید، میبینید که آبی که درون لیوان بوده مقدارش کاسته شده ازش و ازش کم شده و این نشون میده که از سطح آب مولکول های آزاد شدن و به حالت بخار در اومدن و به همین خاطر حجم مایع درون لیوان کم شده. همونطور که گفتم در پدیده تبخیر سطحی مولکول هایی که به بخار تبخیر میشن گرمای لازم برای تبخیر خودشون رو از محیط دریافت میکنن و از مولکول های مایع باقی مانده میگیرن. یه بار دیگه، در پدیده تبخیر سطحی مولکول هایی که به بخار تبخیر میشن در واقع گرمای لازم برای تبخیر شدنشون رو از محیط اطراف میگیرن و یا از مولکول هایی که درون مایع باقی موندند این انرژی و گرما رو میگیرن. به نظر شما چرا وقتی دستتون در تماس با جسم داغی میسوزد به طور طبیعی اون رو با آب دهان خیس میکنید و بهش فوت میکنید و دلیل این امر رو شما برای ما بگید که چیست؟ نکته بعدی بررسی مولکولی در تبخیره. ببینیم که در تبخیر چه اتفاقی میفته. وجود نیروهای چسبندگی و تشکیل لایه کشش سطحی مانع فرار مولکول ها از مایع میشه و مولکول های مایع در ضمن حرکت نامنظم و کاتوره ای که دارن به همدیگه برخورد میکنن. فرایند بعدی فرایند جوش هست. همونطور که میدونید فرایند جوش گرماگیره. ما باید به مادهمون گرما بدهیم تا به نقطه جوشش برسه. یک مایع در فشار ثابت در دمای معین به نام نقطه جوش شروع به جوشیدن و بخار شدن میکنه. پس به این نقطه میگیم نقطه جوش اون مایع. در مدت جوش دمای مایع ثابت میمونه، چون در واقع در نقطه جوش حالت یا فاز مادهمون عوض میشه، از فاز مایع به فاز گاز تبدیل میشه. پس بنابراین دما در این مدت ثابت میمونه. انرژی گرمایی که مایع دریافت میکنه باعث افزایش انرژی پتانسیل مولکول ها میشه و انرژی جنبشیشون همطور و در نتیجه دمای مایع ثابت میمونه. افزایش فشار بر سطح مایع باعث بالا رفتن نقطه جوش تمام مواد مایع خواهد شد. ضمناً ناخالصی درون مایع باعث بالا رفتن نقطه جوش میشه. فرایند جوش باعث افزایش حجم میشه، یعنی حجم بخار ایجاد شده از حجم اون به صورت مایع بیشتر خواهد بود. و گرمای نهان تبخیر و گرمای نهان ویژه تبخیر، مقدار گرمایی که مایع در نقطه جوش میگیرد تا بدون تغییر دما به بخار تبدیل شود گرمای نهان تبخیر نام دارد. گرمای نهان ویژه تبخیر یک مایع انرژی گرمایی است که باید به جسم به واحد جرم جسممون یعنی مایعمون داده شود تا در نقطه جوش و بدون تغییر دما به بخار تبدیل شود. خب اگر QV برابر باشه با گرمای نهان تبخیر، پس LV هم برابر با گرمای نهان ویژه تبخیر خواهد شد. پس QV برابر میشه با جرم ضرب در LV. حالا اگر ما بخوایم مایع رو به بخار تبدیل کنیم، ابتدا باید مایع رو به نقطه جوشش برسونیم، پس یک کیو ام سی دلتا تتا خواهیم داشت، به علاوه بعد فاز ماده عوض میشه، پس یک ام ال وی هم داریم. پس مجموع ام سی دلتا تتا به علاوه ام ال وی در واقع مقدار گرمایی لازم برای تغییر دادن یک ماده از حالت مایع به حالت بخاره. در جدول هایی هم که در صفحه مشاهده میکنید مواد مختلف با نقطه جوش و ال وی به ما داده شدن. 1.5 لیتر آب 20 درجه سلسیوس چه مقدار گرما لازم دارد تا به بخار آب 100 درجه تبدیل شود؟ Q مساوی است با MC دلتا تتا به علاوه MLV، به دلیل اینکه آب 20 درجه ابتدا باید به آب 100 درجه تبدیل بشه. پس یک مقدار گرما بهش میدیم تا دماش از 20 درجه به 100 درجه برسه. در ادامه آب 100 درجه میخواد به بخار آب 100 درجه، یعنی تغییر فاز داریم در اینجا، پس MLV رو هم اضافه میکنیم. مجموع این دوتا گرما مقدار گرمایی است که ما باید به 1.5 لیتر آب بدیم تا از دمای 20 درجه سلسیوس به بخار آب 100 درجه تبدیل بشه. همونطور که در صفحه مشاهده میکنید 3888 کیلوژول مقدار گرمایی است که باید به این آب داده بشه. می‌خواهیم 2.5 کیلوگرم یخ رو با دمای منفی 10 درجه به بخار آب با دمای 120 درجه سلسیوس تبدیل کنیم. برای این کار چه مقدار گرما باید به اون داده شود؟ خب داده های مسئله رو هم که داریم. ببینید وقتی می‌خوایم یخ رو به بخار آب 120 درجه تبدیل کنیم، ابتدا یخ باید به آب اول یخ باید به یخ 0 درجه، چون یخمون منفی 10 درجه است، ابتدا باید به یخ 0 درجه تبدیل بشه. بعد یخ 0 درجه باید به آب 0 درجه تبدیل بشه، یعنی تغییر فاز داریم. بعد آب 0 درجه باید به آب 100 درجه تبدیل بشه، پس تغییر دما داشتیم در اینجا.
و آب 100 درجه باید به بخار آب 100 درجه تبدیل بشه، یعنی باز تغییر فاز داریم و بخار 100 درجه باید به بخار آب 100